درود به همه دوستان عزیز، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. امیدوارم که حالتون خوب باشه. اومدیم با تحلیل مارکت کریپتو و با هم دیگه بیت کوین، اتریوم و دامیننس تتر رو بررسی کنیم. با بیت کوین در تایم 4 ساعته شروع میکنیم. در تحلیل قبلیمون که قیمت بودن تو این نواحی قرار داشت، گفتیم که میتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت از این سطح حمایتی وارد روند صعودی کوتاه مدت بشه، ولی قیمت فرصت ورود بهمون نداد و به این سطح حمایتی نرسید و میبینیم که یک لگ صعودی داشت و از سطحی که مشخص کرده بودیم میبینیم که قیمت وارد لگ ریزشی شده و این سطح حمایتی از قبل مشخص شده ما رو هم میبینیم که فعلا یک شکست کوچیک داشته و برگشته به این سطح حمایتی. در حال حاضر هم در تایم 4 ساعته میتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت از همین سطح حمایتی فعلی که میشه محدوده بودن 42 و 41000 وارد یک روند صعودی ولی به صورت فشرده بشه و با این ریزش سنگینی که قیمت داشته یک سطح مقاومتی بسیار مناسب در این ناحیه برای ما ایجاد کرده. میتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت تا این سطح مجددا رشد داشته باشه و از این محدوده مقاومتی حدوداً 48500. اگر قیمت نتونه این سطح مقاومتی رو بشکنه، میتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت روند نزولی خودش رو از همین سطح شروع کنه و دیدگاهمون برای بیت کوین نزولیه و میتونیم انتظار ریزش قیمت رو داشته باشیم و اولین سطح حمایتیش هم محدوده 38000 و قیمت میتونه تا این محدوده حداقل یک لگ ریزشی کوتاه مدت داشته باشه و انتظارمون ریزش از این محدوده 48500 و در حال حاضر هم باید منتظر این باشیم که قیمت در این محدوده 41 و 42000 بهمون تریگر و نقطه ورود مناسب بده و اگر تریگر خوبی ببینیم از این محدوده میتونیم انتظار رشد کوتاه مدت رو داشته باشیم. در غیر این صورت قیمت با توجه به اینکه مومنتوم ریزشی شدیدی رو شروع کرده، از همین ناحیه هم در صورتی که بتونه این سطح رو بشکنه میتونیم انتظار ریزش رو داشته باشیم و قیمت از همین ناحیه به محدوده 38000 ریزش داشته باشه. در کل دیدگاهمون برای بیت کوین همونطور که در تحلیل قبلی هم گفته بودیم نزولیه و میتونیم انتظار ریزشش رو در کوتاه مدت و میان مدت داشته باشیم و این تحلیل برای تایم 4 ساعت است و در تایم روزانه هم گفته بودیم که قیمت میتونه این سطح مقاومتی 48000 رو یک شکست فیک بده و بعدش وارد لگ ریزشی بشه که طبق انتظار اون قیمت این سطح رو میبینیم که یک شادو زد و بعدش وارد روند ریزشی شده و همچنان میتونه قیمت یک لگ صعودی کوتاه مدت بده و بعدش ادامه روند ریزشی رو میتونیم داشته باشیم و در تایم روزانه سطح حمایتیمون محدوده 34000 که میتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت حتی تا این محدوده 34000 هم ریزش داشته باشه و این تحلیل برای تایم روزانه هست و خیلی سریع نمیتونه اتفاق بیفته و کمی زمان بره و فعلا برای یکی دو هفته آینده میتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت یک لگ صعودی تا محدوده 48500 داشته باشه و از اون ناحیه میتونیم انتظار شروع روند ریزشی رو داشته باشیم و سطح حمایتی فعلیمون در تایم 4 ساعته هم محدوده 38000 و در تایم پایین تر هم قیمت سطح حمایتی 42 و 41000 رو داره که میتونیم انتظار رشد قیمت رو از این محدوده داشته باشیم و فعلا باید منتظر نقطه ورود مناسب برای این لگ صعودی باشیم. سطح مقاومتی رو هم که مشخص کردم و حالا اگر تغییری توی چارت ایجاد بشه حتما آپدیتش رو براتون میذارم. در تایم روزانه هم گفتم دیدگاهمون فعلا کاملا نزولی برای بیت کوین و انتظار داریم که قیمت این سطح نقدینگی رو کاملا جمع کنه و در تایم روزانه حتی میتونه تا محدوده 34000 هم ریزش داشته باشه. پس حتما حواستون به این تحلیل تایم روزانه هم باشه که شرایط بیت کوین کاملا نزولی شده. اتریوم هم در تایم 4 ساعته در تحلیل قبلی گفتیم که این سطح مقاومتی 2420 دلار رو داره که اگر بتونه این سطح رو بشکنه میتونیم انتظار ادامه روند صعودی رو داشته باشیم و تارگتمون هم محدوده 2900 بود و میبینیم که قیمت با مومنتوم این سطح مقاومتی رو شکسته و در حال اصلاح به این محدوده است که در حال حاضر به محدوده حمایتی برای ما تبدیل شده. میتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت از همین سطح حمایتی در صورتی که بهمون در تایم پایین تر
تریگر و نقطه ورود مناسب بده، میتونیم انتظار این رو داشته باشیم که قیمت مجددا وارد یک روند صعودی بشه در کوتاه مدت و تا محدوده های 2800 و 2900 دلار میتونیم انتظار رشد اتریوم رو داشته باشیم و از این نواحی میتونیم انتظار شروع روند ریزشی رو داشته باشیم برای اتریوم و دیدگاهمون فعلا یک لگ صعودی و مجددا شروع روند اصلاحیه که سطح حمایتی خوبی هم در محدوده 2000 داره که میتونیم انتظار رشد قیمت رو از این ناحیه داشته باشیم. و برای اینکه از این لگ صعودی استفاده کنید حتما باید منتظر نقطه ورود و تریگر مناسب باشین در تایم 15 دقیقه و اگر شرط ورود نده پیشنهاد میکنم که وارد پوزیشن بای فعلا نشید و حتما بعد از دیدن تریگر و تاییدیه وارد بشید که بازار فعلا کمی پر ریسکه و احتمال استاپ و ضرر خوردنتون زیاده. و تارگت هم که براش گفتم محدوده 2800 و 2900 و حتما توی این محدوده ها سیو سود کنید و قیمت مجددا میتونه از این نواحی وارد روند ریزشی بشه و سطح نقدینگی خیلی زیادی داره که انتظار داریم که اتریوم هم همانند بیت کوین وارد یک لگ نزولی بشه در کوتاه مدت و میان مدت و تا محدوده 2000 و 1700 انتظار ریزش اتریوم رو هم در تایم های میان مدتی داریم. و دامیننس تتر. دامیننس تتر هم در تایم 4 ساعته در تحلیل قبلی سطح حمایتی براش مشخص کرده بودیم و میبینیم که قیمت البته بعد از اینکه این سطح رو یه شکست فیک داشت میبینیم که یک روند صعودی خیلی خوبی رو شروع کرده و با مومنتوم هم بوده این لگ صعودی و میتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت یک اصلاح کوتاه مدت بده و مجددا میتونیم انتظار رشد این شاخص رو داشته باشیم و حواستون حتما به مارکت باشه که فعلا وارد فاز ریزشی شده و دامیننس تتر هم تا حدودی داره این لگ ریزشی رو میگه و با توجه به اینکه صعودی خودش میتونیم شاهد ریزش مارکت باشیم، پس حتما حواستون به پوزیشن های بای باشه و انتظارمون برای این شاخص هم اینه که در مرحله اول تا این محدوده و در نتیجه تا سطح مقاومتش میتونیم انتظار صعود رو براش داشته باشیم و باید صبر کنیم ببینیم آیا به همون لگ ریزشی میده یا خیر. اگر لگ ریزشی نداد از همین محدود قیمت میتونه به روند صعودی خودش ادامه بده و تا مقاومتش میتونیم انتظار روشه این شاخص رو داشته باشیم که حالا باز مجددا آپدیتش رو هم براتون میذارم. و اگر بخوایم یه نتیجه گیری کلی هم کنیم، بیت کوین و اتریوم میتونن در کوتاه مدت وارد یک روند صعودی بشن و از محدودهای مقاومتی میتونیم انتظار شروع و ادامه روند ریزشی رو داشته باشیم و دیدگاهمون برای مارکت میتونه فعلا نزولی باشه در میان مدت و این ریزش میان مدتی بیت کوین و مارکت میتونه فرصت خرید خوبی برامون ایجاد کنه و حتما از این ریزش مارکت استفاده کنید و میتونه فرصت‌های خوبی بهمون بده. خب این بوده از تحلیل بیت کوین، اتریوم و دامیننس تتر. لطفا با لایک و کامنت و سابسکرایب کردن از من حمایت کنید. پرسود باشین دوستان و خداحافظ.